به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به یکایک میهنان ارجمند، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو از تلویزیون پارس می آغازم. یکی از بینندگان این برنامه گهگاه چامه های بر من میفرسته. این سرور نه او رو من دیدم و نه حتی عکسی فرستاده، ولی بسیار طبع روانی داره به نام پویا. یکی دو بار هم در آغاز برنامه شعرهای او رو من خوندم. شعر طنزی فرستاده خطاب به آقای خامنه ای. البته بینندگان عزیزم میدونند که وضع اجتماعی کنونی ایران چیه، وضع پولی و اقتصادی مردم و دولت چیه، همه رو میدونن. حالا با نهایت پررویی آخوندها و طرفداران آخوندها میخوان این آشغالها رو لای فرش قایم کنن، اون به جای خودش. ولی انقدر وضع مردم بده که یکی از مشاغلی که اضافه شده به جوانها به خصوص فروش کلیه است. کلیه‌هاشون میفروشن. این ننگ برای این گروه بی سواد و بسیار وقیح و پررویی که 34 سال بر مردم چیره شدن و اصلا به روی خودشون نمیارن، ولی اون وقت به حماس کمک میکنن، به سوریه کمک میکنن، کامیون کالا و طلا از ایران خارج میکنن که یکی از اونا که در حدود گویا 17 میلیارد دلار قیمت داشت مملو و از طلا بود که به دست ماموران ترکیه افتاد. ولی مردم از بدبختی و بیچارگی، چه زن و چه مرد، کلی هاشون رو میفروشن. این هم میهن ارجمند آقای سرور پویا خطاب به آقای خامنه ای میگه کلیه ای دارم فروشی رهبرا، کلیه ای دارم فروشی رهبرا، ابتیاعش کن مرخص کن مرا. کلیه ای دارم جوان و تازه سال، می فروشم شادمان و خوشخیال. قیمتش یک ماه اجاره خانه ام، یا سه ماهی پول آب و دانه ام. قیمتش چند اسکناس ساده است که دم جاروی تان افتاده است. قیمتش چند اسکناس ساده است که دم جاروی تان افتاده است. قیمتش یک لنگه نعلین شما، 10 گرم تریاک آقا مشتبه. قیمتش یک پارچه پیژامه است، 0.5 متر ابریشم عمامه است. قیمتش یک پارچه پیجامه ات، 0.5 متر ابریشم عمامه ات. جان رهبر کلبه ای دارم درشت، حز کنی وقتی بگیری توی مشت. کردم بهر فروشش کارها، آگهی بنوشته بر دیوارها. کردم توی مطبها التماس تا که بفروشم شوم از غم خلاص. لیک میگویند فعلا بیشتاب، کلیه بسیار است در نوبت بخواب. رهبرا ما نسل کلیه در کفیم، رهبرا ما نسل کلیه در کفیم. مارکتش با است و ما توی صفیم. پس شما با آن همه پول و پله بنده را دریاب در این مرحله. زان همه پولی که بفرستی دمشق، تا به آن جانی ببازی نرد عشق. زان همه پولی که بفرستی برون با هواپیما و ناو و
کامیون زان همه خرجی که داخل می کنی نظر اوباش و اراذل می کنی قطره ای از آنچه رویتر کرده فاش اون 70 میلیارد پولی که رویتر فاش کرد قطره ای از آنچه رویتر کرده فاش خرج بنما صاحب این کلیه باش تا که داری این همه میلیاردها در کفت چاقو بگیر و کارتها رهبرا پهلوی مخلص پاره کن درد یک بچه محصل چاره کن کلیه هم بردار تا گردی قوی تقویت گردی ز حیث کلیوی بعد از این ای مرد بعد از این مرد سلاسن کلیه باش بعد از این مرد سلاسل کلیه باش بر مریدان خودت بهتر بشاش این با پوزش از اینکه بالاخره شعر سرور پویا رو نمیشه خراب کرد ناگزیر بودم تا آخرین جمله رو بخونم و این طنزی است که یک جهان گریه درش هست که یک آدم به اصطلاح مرد روحانی ککش نمیگزه که مردم اصلا به در و دیوار آگهی فروش کلیه میزنن بعد این میلیون میلیون میلیارد میلیارد خرج سوریه و حماس و همین اراذل اوباش و غیره میکنه یک بارم در این زمین حرف نمیزنه اما واویلا اگر در یه جایی یک جمله یک نکته گیر بیارن اون وقت اون رو پیراهن عثمان میکنن میریم بر سر پاسخ به هممیهنانی که 3-4 جلسه نتوانستیم پاسخ پرسشاشون رو بدیم و با پوزش از آنها بخش بزرگی از اون پاسخ ها رو امروز میدیم بخش دیگرش رو هم میگذاریم برای هفته آینده و امروز هم به پاسخهای تلفنی شما میپردازیم پاسخ به تلفنهای شما سرور یوسف زرگرنژاد پرسیده در جایی خواندم که واژه دیوس که به مرد بی غیرت گفته می شود نام یکی از سرداران ایرانی است که در برابر تازیان ایستاده یکی از دقت کنید چه نکته هایی در این نوشته است این البته سرور گناهی نداره این از این نامه ها زیاد میاد یه بارم من نیم ساعت در این زمینه سخن گفتم در مورد همین واژه ولی میگه یه سردار ایرانی که در برابر تازیان ایستادگی میکرد اسمش دیوس بوده نکته رو اونجا ببینید چجوری این آخوندها و این ملایان و این حقه بازایی که براشون کشور و میهن و افتخارات میهنی هیچی نیست و مخالفش هستم چجوری شایعه رو میسازم و سردار ایرانی که میساخته اسمش این بوده حالا پاسخ خواستم سرور زرگرنژاد آخه عقل و خرد هم خوب چیزیه مشتی آخوند ابله و رند و هوادارانش شماها رو مسخره کردن این یاوه ها رو اونا می سازن چرا تا به حال بعد از 1400 سال همچی سخنانی نبود این یاوه ها رو ساختن تا شما رو به شک و بدگمانی بیاندازن اینقدر ساده دل نباشید کجا ایرانیان واژه هاشون با 3 نقطه نوشته می شد همه نام های ایرانی دارای معناهای بسیار پرارزش بسیار فرهیخته و بسیار پرمغز و پرمعنا و زیبا هستن این سخنان کنار بگذارید کمی منطقی فکر کنید من در یکی از برنامه هام همکنون هم گفتم نیم ساعت در این باره سخن گفتم دیگه نمیدونم چگونه باید مسائل رو روشن کرد سردار ایرانی به نام دیوس سردار دیگر به نام پوفیوس
اندکی بیاندیشید. به هر روی کسان دیگری که این یاوه ها رو میخونن یا میشنون بدانند که از ریشه اهانت به تاریخ ایرانه. سردار و سرور و سرکار کریم و الهام پیام بسیار زیبا و مهرآمیزتان رسید. من هم خودم رو بخشی از خانواده شما میدونم. امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. با آرزوی دیدار شما. مهندس سپر، این مانیتوری که روبروی منه مثل که درست شد. بله، خاموش و روشن میشه مرتب. سرور میلاد اف ام برای من می نویسه که من همیشه کلمه خجسته باد رو به کار می بردم، اما در جای خوندم که نوشته بود خجسته. من نمیدونم این دانشمندان از کجا ریز و درش پیدا شدن که میان لغت ها رو اینطور زیر و رو میکنه. یعنی دست هایی در کاره، واقعا توطئه در کاره. چطور میشه یهو بیان یه همچی تزهایی رو مطرح کنم؟ این سرور مینویسه، البته اینا تقصیر ندارن، اینا جایی خوندن، ولی ساده دلن، اصلا نباید توجه کنن به این مسائل. میگه من همیشه کلمه خجسته باد رو به کار میبردم، اما در جایی خواندم که نوشته بود خجسته تغییر یافته گجسته است. خب اینی که شنیدید، گجسته یک سخن ناسزاگونه است، در حالی که خجسته یک سخن شاد کننده و مهرامیزه. خجسته یعنی مبارک باد، گجسته یعنی نحس و نامیمون باد. ایشون نوشتن که یه نفر رو در جای خوندم که یه نفر گفته و گفته به جاش بگید شاد باش، نگید خجسته. خجسته یعنی بد، خجسته فوشه، چون به جای گجسته، گجسته یواش یواش شده خجسته. بعد از من پرسیده نظرتون چیست؟ البته این سخنان این سرور یا نوشته این سرور هم دقیقا مانند همون سرور زرگر نژاده. سرور میلاد، به دید من بزرگترین آسیبی که در درازای زمان به زبان فارسی رسید همین سخنان بیپایه و نابخردان است. خجسته یک واژه مستقله، گجسته هم یک واژه مستقله، با دو معنی متضاد و هیچ به یکدیگر هم کاری ندارن. هیچ کدوم اینها هم تغییر یافته اون یکی نیست. از آغاز گجسته گجسته بوده و خجسته خجسته است. خجسته باد بار مهربانی و نیکخواهی داره و گجسته به عکس واژه ناسزاگونه است و به هیچ وجه هم به یکدیگر وابسته نیستن. سرور ارجمند، اینها رو آدمهایی اگر سوء نیت نداشته باشن، اگر سوء نیت نداشته باشن، آدمهایی اینها رو میگن که یک کتاب یا یک مقاله یا یک چیزی در یه جایی شنیدن یا خودشون یهو احساس پژوهشگری کردن اومدن یه همچیزایی رو ساختن. ولی من معتقدم که اینها سوء نیت دارن، اینها همچی از روی حسن نیت سخن نمیگن. با این همه به شما من پند میدم که اونهایی که یک کتاب خونه خوندن، یک کتابخونه کتاب خوندن، نترسید. ولی از اونهایی که یک کتاب خوندن و گمان میکنن که پژوهشگران، از اونها بترسید و سخنان اونها رو گوش ندید. سرور آوش خرمدین میپرسه به تازگی در ادبیات جمهوری اسلامی از واژه پادمان، پ الف دال میم الف نون، پادمان سود میبرن. این از این دستگولایی است که
فرهنگستان آخوندی داره به آب میده. بعد این سفر نوشته گمان میکنم که میخواهند که به جای واژه نظارت تازی این پادمان رو که فرهنگستان ساخته به کار ببرند، یا گمان میکنم فرهنگستان ساخته به کار ببرند. آیا درسته یا نه؟ به جای نظارت میشه به کار برد یا خیر؟ سرور آوش، پیش از هر چیز باید بگم که ساختار این واژه، صرف نظر از معنا، ساختار این واژه نادرسته. چون باید بدونید که در زبان فارسی واژه پاد، واژه پ الف دال، این واژه پادمان دیگه، دو قسمتش میکنیم، به هر کدومش تک تک میرسیم. پ الف دال بخش اولشه، مان هم بخش دوم. یعنی اگر این رو پیشوند حساب کنیم مان پسفنده، اگر مان رو واژه حساب کنیم این پیشونده. در زبان فارسی ما سه جور بند واژه پاد یا پاد رو به کار میبریم در زبان فارسی. زمانی پاد رو زمانی پاد رو در جایگاه پیشوند به کار میبریم. پیشوند چی به چی میگن؟ پیشوند به اون میگن که آغاز واژه بیاد، مثل فراگیر، فرا پیشونده، سرآغاز، سر پیشونده، پیشاهنگ، پیش پیشونده. پس یه نوع پیشوند داریم، یه نوع پسوند داریم که به دنبال واژه میاد، میشه مثل نوشتار، الف و ره که تای نوشت میاد پسونده، یا کوشا، الفی که بعد از شین میاد پسونده، یا دردمند، اون مندی که بعد از درد میاد اون پسونده. یه میانوند هم داریم که شمارشون کمه، 7-8 بیشتر نیست. میانوند مثل رنگارنگ، اون الفی که بین دوتا رنگ میاد میانونده، اسمش روشه دیگه، میانوند. وند یعنی بند، بستن. رفت و روبه، اون واو میانونده. جور واجور، اون وا میانونده. تا اینجا این وندها رو متوجه شدی؟ البته من خیلی فشرده دارم میگم که زمان زیاد از دست نره. بعضی از وندها به تنهایی معنا نمیدن، به تنهایی معنا. مثل مند، خب مند به تنهایی معنی نداره ولی دردمند که میشه اون وقت داره. یا الف، الف وقتی شما میگید کوشا، روا، الف به تنهایی هیچ معنی نداره، ولی وقتی میچسب به رو یا میچسب به کوش معنی میده به اون واژه. اما برخی دیگر نه، برخی دیگر به تنهایی هم واژه هستند و معنی میدن، که حالا من در مورد همین پاد با شما سخن میگم. پاد یک ساختی است در زبان فارسی، هم میشه به جای پیشوند به کار برد و به کار بردن، هم میشه به جای پسوند به کار برد و هم میشه به جای میانوند به کار برد، یا به جای واژه به کار برد، ببخشید، به جای واژه بکن، هم پیشوند هم پسوند هم به جای واژه، یعنی به تنهایی هم معنی داره. حالا براتون نمونه میارم. به جای پیشوند به کار میبرن مثل پادزهر. پاد در اینجا در جایگاه پیشوند معنی زد میده، معنی رو در رو میده، معنی مقابل میده. پادزهر یعنی زد زهر. پاداوا، شما وقتی داد میزنی در کوهستان این آواتونه میره بر میگرده، بر که میگرده اکو میگن در لاتین بهش، در فارسی میگن پاداوا. پس پاد یعنی زد. پاداورد یا پادافند، هر دوش درسته، یعنی دفاع. آورد یعنی جنگ، پاداورد یعنی دفاع. پادسخن که نشنیدید ولی پادسخن بوده در زبان پهلوی، نونش افتاده شده پاسخ، دالش هم افتاده.
پاسخ در آغاز پادسخن بود که در برابر سخن و پادسخن. این توضیح کاربرد واژه پاد برای سرور آواش خرمدین میگم در جایگاه پیشوند. و اما در جایگاه پسوند، در جایگاه پسوند معنای نگهبان میده که همین سرور هم به کار برده به نام نظارت یا نگهبان. حالا براتون اون رو توضیح میدم. توجه کنید گفتم در جایگاه پسوند، در حالی که پادمانی که ایشون میگه اونجا پاد پیشونده، در جایگاه پسوند معنای نگهبان میده. مثل سپاه پاد که شده سپه بود، در پهلوی ساسانی سپاه پاد میگفتن، ارتش پاد شده ارتش بود، مهر پاد شده مهر بود، آذر پاد نگهبان آتش، نگهبان سپاه، نگهبان ارتش، نگهبان آذرپاد شده آذر بود، بارپاد شده بار بود که بعضی هم بار بد میگن. بله، این پسفند. پس هم نمونه های پسفند پاد رو دیدیم، هم نمونه های پیشفند. اما در جایگاه خود واژه، یعنی به تنهایی، واژه پاد معنا داره. گفتم بعضی از پیشفندها یا پسفندها به تنهایی خودشون یه واژن، مثل سرآغاز. خب سر یه واژه است، شما میگه سرم درد میکنه، پس سر واژه است، ولی اونجا شده پیشفند. اینجا همینطوره، در جایگاه خود واژه و به نام واژه، نه به نام پیشفند، نه به نام پسفند به کار میره و به معنای تخت شاهیه. پاته در زبان پهلوی ساسانی هم پ و الف و ت بوده. پات یعنی تخت پادشاهی. به همین دلیل پادشاهان محلی رو میگفتن شاه. بله، مثل داریم از این چیزهای شاهان، گیلان شاه مثلا، خارز شاه. ولی شاهی که به صورت گسترده بود در پارسی پات میگفتن، میگفتن پات شاه در زبان پهلوی، پ و الف و ت شاه، پادشاه. پادشاه که میگفتن یعنی شاهی که بر تخت میشینه و تاج میذاره. اینم پاتی هم میگفتن، پاتی شاه، پاتی شاه. یواش یواش دال ت به دال تبدیل شد و یش هم افتاد، شد پادشاه. پس اینجا این پاد پیشوند نیست، این پاد یعنی شاهی که رو تخت میشینه. واژه‌ای که آقایون ساختن به نام پادمان، پاد رو آوردن جای پیشوند. خیلی خوب، پس نمیتونه معنای نگهبان بده، معنای زد باید بده، چون پسوند نیست که، پیشونده. اگرم به جای واژه اون رو بخوایم به کار ببریم، به جای تخت شاهی که باید معنی نمیده، میشه مانند تخت شاهی، پس این واژه درست نیست. اگر بخواهند به جای نظارت، گفتن این سرور گفته که سرور خرمدین گفته اینو به جای نظارت به کار ببرن، اگر بخوان به جای نظارت به کار ببرن، ما یه واژه‌ای داریم که بهترین جانشین نظارته و اون نگرشه. زیر نگرش گروه پزشکان، یعنی زیر نظارت گروه پزشکان. دیگه احتیاج نبوده که لغت بسازن پادمان، اونم لغت غلط. اگر هم واقعا دلشون میخواد که یه واژه به این شکل بسازن، پادمان نمیتونن بسازن، میتونن پایمان بگن، پای پ الف ی مان، که این رو هم ما در قبل داشتیم که همون پیمانه. پیمان یعنی نگهبانی از چیزی، نظارت بر چیزی، پیمان بستم که این کار رو بکنم. بنابراین اینم که ما داشتیم و آقایون زحمت زیادی کشید. سرور احسان خه، در من این توضیحی قبلا بدم، یعنی روشنگری بکنم، در فیسبوک من و در یوتیوب، در توییتر، این برنامه های من که اونجا آرشیو میشه و همه میتونن دسترسی داشته باشن بهش، یه مبحثی من نوشتم راجع به جنگ
امام حسین با مازندرانی ها. اونجا نوشتم که برادر مازندرانی، برادر گیلانی، برادر ایرانی، آیا هیچ میدونی که چند نفر از پدران تو به شمشیر حسین کشته شدن؟ چرا تو سر کول خودت میزنی؟ چرا قمه میزنی؟ چرا این حرکات پلید مسخره رو به دام میاری؟ حالا این سرور احسان خه از من پرسیده که امام حسین در کدام جنگ با ایرانی ها جنگیده؟ خب ایشون فکر نمیکرده که در جنگ ایرانی ها و عرب ها در حمله عمر به ایران امام حسین هم شرکت داشته. پاسخ براش میدم و برای دیگران که نمیدونن، سرور احسان خه و دیگرانی که نمیدونید امام حسن و امام حسین و برادر ناتنی دیگرشون اون پسر علی، چون علی چندین زن داشته دیگه، چقدر عاشق فاطمه بوده، تا فاطمه مرد رفت هی تون تون زن گرفت، اون آمده در جنگ با ایران، اونم جوانی بوده، اون اسمش بوده، اونم جنگیده. بنابراین در جنگ با ایران، خب به اینا نمیشه ایراد گرفت، اینا جوانانی بودن در میان عرب ها، به دستور خلیفه عمر اومدن جنگیدن. تو جنگ هم نون حلوا خیر نمی کنن. تو جنگ نیزست و شمشیر و دشته و غیره. خب امام حسن قربونش برم اصلا اهل عشق و معاشقه بوده، گویا گویا در بخش سپاهان، در بخش تدارکات هم بوده، گفته ما اهل اون جلوها نیستی، بریم سیغه اگه از ما بیاییم، اگر نه نمیاد. در جنگ مستقیم میگن نبوده، شاید هم در همون جنگ مازندران با امام حسین بوده، نمیدونم در این مورد، ولی در جنگ بودن اینها قطعیست. برای اینکه علاوه بر کتابهای مختلفی نوشته، در دوران حکومت همین جمهوری اسلامی، همین جمهوری اسلامی مقاله در روزنامه اطلاعات به صورت پاورقی مرتب نوشته شد راجع به همه امام ها و امام حسین ها. من دارم، چندین بارم آوردم اینجا با شماره روزنامه، روز، سال، ماه، همه گفتم که به صراحت نوشته امام حسین در جنگ مازندران شرکت داشته. اون ابن علی برادر ناتنی امام حسین هم در جنگ آذربایجان شرکت داشته. خیلی خوب، همونطوری گفتم روشن نیست که جناب ایشان چند تن یا چندین تن یا چند صد تن از اجداد ما رو ایشون به شهادت رسوندن. این پاسخ سرور احسان خه بود که زمان خود آخوندها هم این داستان چاپ شده در روزنامه. اما نکته جالب اینه، ایرانیایی که در آذربایجان علیه اینا می جنگیدن، برادران غیور آذر آبادگانی ما، در نزدیکی تبریز در یکی از جنگ ها پسر دیگر علی رو که برادر ناتنی امام حسن و امام حسین بوده به نام اون ابن علی می کشن. می کشن، از کشورشون دفاع می کردن دیگه. خیلی خوب، هم اکنون هم گور اون ابن علی ابن ابی طالب در نزدیکی تبریز هست، اما آخوند حق باز کوچکترین اشارهی به کشته شدن اون ابن علی در جنگ ایران با عرب ها نمی کنه. میدونید چرا؟ برای که اگه بخواد بگه که اونم کشتن اینا، مرگ بر قاتلانه، خب ایرانی بوده باسته داشته. اگه بگه نه خوب کاری کردن، دفاع کشتن ایرانی ها کشتن، خب چطور حسینو که این هم آدم کشته در جنگ تبریز، در جنگ مازندران، اینجور خودشونو میکشن و سر میزنن و گل میمالن به سرشون و بچه 4 ساله رو قمه میزنن و هزار و یک جور دیوانه بازی در میارن. این توضیحی بود که من دادم که دقت کنید آخوند با همه حق بازی مواظبه که جایی رو بند و آب نده، ولی به هر حال مشتش باز میشه. سرکار بانو پارسی جاوید پرسیدن واژه لشکر، لام، شین، کاف، ره، آیا یک واژه پارسیست یا تازی که عرب ها به زبان خودشون بردن؟ نه، لشکر فارسیه و عرب ها وقتی بردن به زبان خودشون از اون واژه اسکر ساختن. این سین، کاف، ره.
ما میگیم لام شین کاف ره، اونا میگن عین سین، عادتشونه عوض میکنن که اصلا شکل یا واژه شناخته نشه. بسیاری از ایرانی ها هم به غلط اسگر رو با گاف مینویسن. اگه عین داره چرا با گاف مینویسی؟ برای که گاف فارسیه، عین عربیه. سرکار بانو نمیدونم بهزاده هست یا سرور بهزاد، پرسیدن که زبان پارسی آیا همان زبان دری است یا نه؟ پاسخ: زبان پارسی همون زبان دری است. جدا کردن زبان پارسی به زبانهای دری، افغان، تاجیکی نادرسته و خیانته. هر سه زبان فارسیه. این دست گلی است که بی بی سی به آب داد چند سال پیش برای اینکه این سه زبان رو جدا کنه از هم. نه، هر سه زبان فارسیه و دری. و واپس این پاسخ: سرکار بانو فرح پروانه. شوربختانه باید بگم که واژه فرح رو که به جای واژه زهرا برای خودتون برگزیده این، اونم تازیه. فرح فره جیمی تازیه. و معنای واژه زهرا نیز درخشنده است. حالا شما، ایشون نوشتن میخوام برم دادگاه اسمم رو عوض کنم. خیلی خوب، میخواید برید دادگاه. یکی از دلایل عوض کردن اسم اینیست که اسم معنی بدی داشته باشه. شما نمیتونید اشاره کنید به واژه زهرا که این چون زهراست و اسم بدیه نمیخوام، و زهرا یعنی درخشنده است، بد نیست. بنابراین شما میتونید برید دادگاه و بگید چون من ایرانیم و نام زهرا نام تازیه، من میخوام نامم رو دگرگون کنم. اما اگر خواستید عوض کنید دیگه فرح نذارید. این هم پاسخ بید. من از دوست بسیار گرامیم مهندس سپر خواهش میکنم آگهی رو پخش بکنن، بریم با در زمان باقی مونده به پرسش های تلفنی پاسخ بدیم. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-87-57. بینندگان ارجمند، قبل از این خواهش میکنم از دوست ارجمندم آقای سپر که شماره تلفن استودیو رو بذارن روی پرده تلویزیون. پیش از اینکه به تلفن ها پاسخ بدیم، دو نکته رو من میخواستم خدمتتون بگم. یکی این که کتابی هست به نام تاریخ، کتاب نیست، فصلنامه است، تاریخ و مسائل جهان، به خاطر بسپرید،
تاریخ و مسائل جهان. هشتمین شمارش به دست من رسیده، این حاصل زحمات پژوهشگران بسیاری است به مدیریت دوست ارجمندم دکتر مهدی سیاه‌زاده که این کتاب رو، یعنی این فصلنامه رو هر ماه منتشر میکنه. بسیار فصلنامه پرمغز و گرانباریه و 20,000 سال سکوت انسان مدرن، تاریخ ایران و زمین زمان ساسانیان، چگونه خطر دومین بحران موشکی کوبا رفع شد و آخرین مصاحبه با محمد ظاهرشاه، بعد نکته‌هایی درباره نسل جوان امروزی، دستخط‌های ناصرالدین شاه به امیرکبیر، ملکه جهان خانم همسر محمد علی شاه و و و خیلی کتاب، بررسی کتاب شاه نوشته عباس میلانی و تکفیری ها، تاریخ سیاسی انقلاب مصر، گاه شمار و و و همه چی هست. این رایگان هم هست، حالا نمیدونم اگر در جاهایی بذارن اونجا پول بگیرن ازش آیا، بله ببخشید رایگان نیست، $15 قیمتش هست و در کتاب فروش ها به خصوص شرکت کتاب هست. غیر از این یک سمیناری هم هست که به نام رهایی از خود، من این چون آبیش رو در کروماکی نمیگیره دوربین ناگزیر نمیتونم نشون بدم، به نام رهایی از خوده که این کلاس های خودشناسی و آرامش درونه بر اساس عرفان عملی و مربوط به شناخت همون مولانا جلال الدین محمد رومی که من مخالف لغت رومی هم، محمد بلخیه، و مدرس هم آقای دکتر مهدی سیاه‌زاده. الو بفرمایید. درود بر شما. من حامد هستم از تهران تماس میگیرم. ساعت 4:10 صبح آقا، اینقدر ما که از سر پارازیتا نمیتونیم برنامه تکرار شما بازور رو ببینیم، امشب هم از بعد حادثه. امیدوارم، من حق میدم به شما فخته، ولی خب برنامه بعدی من، یعنی بازپخش این برنامه ساعت 6 بامداد فرداست. 6 بامداد ما میشه 5:30 بعد از ظهر، شما اونجا که میتونید راحت بگیرید. کجا پارازیت هست دیگه، من خب دیگه اون مهندس صحبت کردم تو دفترم. بله بله خوبه تا تو بشد. حالا حضورتون من میخواستم از مغلطه این آخونده بگم که یه موردی که من خودم روش توجه من رو جلب کرد همین بودن شمر و بردن اسم پدر شمر که اسد بوده و اینا شمر ابن زلجوشن میگن و لقب اون اسد زلجوشنه و اون اسد دایی قمر بنی هاشم از ابوالفضل میشه. یعنی از این دروغا اینا زیاد میگن، از این دروغا خیلی میگن. بله، مادر حضرت عباس خواهر شمر بوده. بله. یعنی از پدری یکی بودن، جفتشون فرزند اسد نامی بودن که لقبش زلجوشن بوده، مثل لقب آل حضرت علی که ابو تراب بوده، اینا هم زلجوشن بوده. و این حرفی که اصلا اینا نمیزنن. بله. و این بله. چه دور دایی بوده که بالاخره معلوم میشه که دعوا سر چی بوده که خواهرزاده بله بوده. اینا همه دعوا سر لحاف خلافت بوده. خیلی سپاسگزارم، شب و روزتون خوش باشه. امری باشه. قدر. علاوه بفرمایید. درود بر جتانی. درود بر شما. جناب دکتر. بفرمایید. البته تقریبا 80 سال پیش، من 88 سالم است. 80 سال پیش یادم است که دارم و دوست میشستن یه بازی میکردن عرصه و از لوبیای سیاه و لوبیای سفیده میذاشتند با این واضح میکردن و گفتن که این عرصه و ازمالی یه مرحله ایست که تا تعلیمی و کشتی بودند و اینا میخواستن اینا عرصه و ازمالی یکی یکی به این تعلیمی ها بیفتد بندازن تو عرصه و دریا و اینا. اسمی این بازی چی بود؟ آیا
شما در این جریان بودید یا نه؟ نه، خوشبختانه در این جریان نبودم و اصلا به مسائل مربوط به کلیمی و ارمنی و زرتشتی و مسلمان و غیره من حساسیت دارم. ما همه ایرانی هستیم، هممون از یک سرزمین در یک سرزمین بهره میبریم و هممون باید عاشق سرزمین خودمون باشیم و با این با یکدیگر دست دوستی و همیاری و همکاری بدیم. علاوه بفرمایید. درود بر استاد گرامی، استاد انقطاع. درود بر شما استاد. من طبق معمول مزاحم شدم که چند پرسش از شما بکنم. واژه‌ای که الان تقریبا جا افتاده در زبان پارسی به خاطر این تلفن‌های دستی، واژه چارج، چارج، اون چارج کردن، بله، و چارج شدن و فرانسه میگه شارژ. بر فرهاد جان شمایی؟ بله. صدا تو عوض کردی یه خورده. نه همون صدا آقای، همون صدا. نمیدونم، شاید میکروفون عوض شده. من میخواستم که یه پیشنهادی داشتم، میخواستم با خواهش میکنم. حتما واژه یه چارج، من که فکر میکنم ما موقعی که در دبیرستان بودیم مثلا چارج مثبت و چارج منفی رو میگفتن، بار مثبت بار منفی. بله. ولی در این رابطه چارج منظور انرژیه و عربا به انرژی میگن طاقه، همون مثل طاقت خودمون. بله. یعنی طاقت خود. ولی من فکر میکنم به جای چارج نمیشه ما جای توان رو به کار ببریم. مثلا چرا اصلا همون لغت بار رو ما به کار نبریم؟ برای که اینا میدونی که در کامپیوتر هم داریم، میگن لودینگ یعنی بارگیری. چرا بارگذاری؟ من اتفاقا فکرش کردم بارگذاری اونم، بله اونم میتونه بشه. گفتم شاید چون اگه مثلا دیسچارج بخوایم به کار ببریم، من برای دیسچارج مثلا فکر میکردم واژه توانکاهی. خب آخه اونم باز در لاتین میبینیم، ما آپلود داریم و دانلود. بله. آپلود یعنی بارگذاری، دانلود یعنی بار رو پیاده کردن. ولی اینو من فقط در نظر واژه گفتم. اما خب حالا توان بذاریم، توان رو باید یه صفتی بغلش بذاریم، یه فعلی بذاریم. میگم من همین می‌خواستم خدمتتون بگم، چارج کردن رو میتونیم بگیم توان دادن، چارج شدن رو میتونیم بگیم توانگیری، شارژ رو میتونیم بگیم توانکاهی. حالا چه دلیلی که من دارم که ما میگم بهتره که ما واژه بارگذاری رو ندیم؟ بارگذاری رو واسه نرم افزار میگن. بله. مثلا میگن من الان میخوام این نرم افزار رو بارگذاری بکنم یا آپلودش بکنم یا دانلودش بکنم. ولی اگر ما واژه توان یا واژه شبیه اون رو به کار ببریم، معوضه که بگیم آقا باتریم چارژ نداره، بگیم باتریم توان نداره، یا این باتری زود توانکاهی میکنه، البته دیسچارج کردن. البته یه پیشنهاد بود. نه فکر خوبه. خیلی بالاخره جای این چارج باید یه واژه فارسی گذاشته بشه. و تازه من اون بار هم که گفتم، بعضی وقتا ببینید ما الان ما میتونیم بگیم یارگیری. یارگیری یعنی یار رو گرفتن برای خودشون اضافه کردن. یا نمیتونیم، ما میتونیم بگیم بارگیری یعنی بار اضافه کردن. اما توانگیری که بگیم، شما شنیدید که اینجا یهو بار منفی میشه، توان منو گرفتی یعنی من بیتوان شدم. بله. یعنی این یه نکته های دقیقی است در فارسی. البته خب بله، اون فرمایش شما حالا باید یه جایگزینی براش پیدا کرد. بله. من اتفاقا که روی خط شدم داشتم فرمایشات دوتا همیان گرامی که قبلا زنگ دادن و یکیشون الان تا ساعت 2:10 بیداره و بهش درود میگم، ایشون یه واژه گفتم به نام مغلطه. بله. مغلطه البته واژه عربیه. من بله. الان فکرم رسید، گفتم مغلطه یعنی آدم یه دروغی رو راست بخواد نشون بده، از غلط میاد. اینو نمیتونیم واژه راست نمایی رو به کار ببریم؟ نه، من اول فراد جان بگم مغلطه به بیراه انداختن طرفه، یعنی مبحث رو عوض میکنن. بله. که به همین دلیل حالا از لغت غلط اومده، ولی منظور از این که به غلط رفتن باید باشه، مسیر سخن غلط رفته. من به این دلیل باید یک کاری کرد که اون واژه‌ای رو به انتخاب کرد که از بیراه رفتن بحث سخن بگه. نه خب ببینیم آقای استاد قطا، مغلطه به نظر، البته به دید من اینه که یک کسی با دروغ و چیز غلط میخواد اونو راست نشون بده، یه کاری رو میخواد راست نشون بده، یعنی یه راست نمایی داره میکنه با دروغ.
البته نمیدونم حالا نه نه چون ما در دانشگاه هم که درس میخوندیم یه مبحثی ما داشتیم، مبحث مناظره، یعنی میگفتن که اصلا درس اسمش این بود آیین گفتگو و یه نام مخصوصی داشت، گفتگو و فن سخنوری. بله این داد این در اونجا میگفتن که یعنی مسیر و راه گفتگو رو یکی بخواد عوض کنه میگن مغلطه کرد. مغلطه بله. یه پرسش آخرم داشتم نسته همیان بعدی که زنگ زدن راجع به یه اقلیت دینی صحبت کردم. من خواستم سریع از شما سوال کنم واقعیت واژه اقلیت دینی رو من اصلا ازش خوشم نمیاد. اصلا من از لغت اقلیت خوشم نمیاد، برای اینکه همه یکی هستی. دگردینان استفاده نکنیم. دگردین دگراندیش که داریم ما به جاش. نه دگراندیش داریم، دگردین. میدونم بله، ولی همون دین اندیش هست دیگه، یه نوع اندیش هست. من یه زنجیره گفتارهایی داشتم راجع به هممیهنان بهایی و ظلمی که آخونده در باشون کردن. من اسم اون برنامه‌ام بود که جمهوری آخوندی و دگراندیشان بس. که البته بزرتشتی ها هم شامل میشد همه چیز بزرد. ولی دگردین هم خوبه، بسیار خیلی خوبه، بسیار فکر خوبه. فرهاد جان کاش ما در ایران بودیم، من شما رو معرفی میکردم بالاخره به این فرهنگستان و میشه از نیروی شما و پشتکار شما استفاده کرد. شما لطف میفرمایید در درسانی منو بیش از این خجالت دارید. نه به خدا جدی میگم، پشتکار دارید. خواهش، خدا نگهدار. الو بفرمایی. آیده تو اینقدر وقت شما بخیر باشه. وقتتون خوش، بفرمایی. من یه پرسش همچه تو ذهنم هستش، میخواستم بزنم که واژه تکاور از کجا آمده؟ آیا به معنای اسب تندرو و جنگجوی یا به معنای کسی که واقعا به صورت ویژگی خاص میزنی؟ اینو محبت میفرمایید بگید. بله هم اکنون خدمتتون میگم. از تلویزیون گوش بدید. خواهش میکنم. خواهش. این واژه دو بخش، آقای مهندس سپهرم روی مانیتور زد که 3 دقیقه بیشتر وقت نیست. دو بخشه، یکی تک، یکی آوره. تک معناهای زیادی داره، یکیش به معنی دویدنه، یکیش به معنی تاختنه. تاختن میگن تک و تاخت فلان کس به هند، این یعنی جنگیدن و حمله کردن به هندوستان. آورم که آوردن دیگه. بنابراین چه شما بگید تک تکاور، چه بگید جنگاور. جنگاوران ایرانی یا رزماوران ایرانی یا تکاوران ایرانی، هر سش درسته. و اینجا منظور از تک جنگه. بنابراین به اسب نمیشه گفت تکاور. اسب رو همون تازی میگن. تازی هم به معنی تازنده است، اشتباه نکنید. تازی به معنی عرب نیست. سگ تازی و اسب تازی یعنی سگ دونده و اسب دونده، چون تاختن به معنی دویدن هم هست. این مواظب این نکته باشید که اون تازه‌ای که ما به عرب ها میگیم به دلیل اینکه یکی از تیره های گسترده در سرزمین عربستان تایی ها بودن، تیره تی که حاتم از اونجا بود، میگفتن تایی، حاتم تایی. و ایرانی ها چون میدیدن همه اونا رو میگفتن اینا تایی هستن، تایی‌ها رو میگفتن تازی، یعنی اهل تیره تایی هستن، از اهل تیره حاتم هستن. نه اون تازی با این تازی سگ و اسب فرق داره و تکاور رو به اسب نمیگن هیچ وقت. من همه تلفن‌ها پره، یکی دیگه بیشتر پروانه ندارم از آقای مهندس سپهر، اونو میذارم. الو بفرمایید. سلام عرض کردم. درود بر شما جناب استاد. من یه سوالی داشتم، سالها پیش که من دبیرستان درس می‌خوندم دبیر فیزیکی داشتیم، بعد در مورد بسیار خاطره از پروفسور محسن هشرودی میگفت یک بار که پروفسور در یک جلسه دانشجوها نشسته بودن، مثلا وجود خدا رو نفی میکنه، یک در پایان جلسه یکی از این دانش آموزا دانشجوها بلند میشه بهش میگه استاد شما ولو این که، میگفت در همین موقع پروفسور هشرودی صحبتش رو قطع کرد، بهش گفت عزیز دارم ولو جلوی این که از نظر دستوری قرار نمیگیره. کاملا درست. خواستم در این مورد کاملا درست. فقط ولو. بله.
خیلی سپاسگزارم. من بقیه رو میتونم پشت خط جواب بدم. تنها فقط یه توضیح در اینجا بدم، ما از این غلط ها از این اشتباه ها زیاد میکنیم. وقتی شما میگید ولو، بعدش این که نداره، همون ولو. اصلا ولو نگید، بگید با این که. با این که درسته، میتونید به جایی ولو بگید با این که. اما تنها نیم مثلا میگن بر الی، غلطه. بر له، غلطه. باید گفت له یعنی اگر بخواید داره بگید، له و الی. این نگید بهتره، ولی اگر میگید برا دیگه اون اولش نذارید. با سپاس از دوستان ارجمند، یه فیلم جالب هم داشتم از یه روزخانی که نرسیدیم بگیم. از مهندس سپر خواهش میکنم برای هفته آینده نگه دارن. بقیه رو من در برنامه در پشت خط پاسخ خواهم داد. واقعا یک سره من سخن گفتم اما تمام نشد. میگه به قول شاعر، شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید. شب را چه گناه، حدیث ما بود دراز. روز و روزگار بر شما خوش. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.